سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، خسته نباشید آقای دکتر. ممنون. من با همراهی دو تا از دانشجوام، خانم بدری و خانم پادکان، توی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشکده علوم کامپیوتر در خدمت شما هستیم. خوشحالیم اینجایی. سعی میکنم یکی از کارهای مشترکمون که با در قالب پایان‌نامه بود رو خدمتتون ارائه بدیم. کارهای ما بیشتر در واقع از تئوری شروع میشه، ولی همواره سعی میکنیم اون رو به کاربرد هم برسونیم. مسئله ای که ما روش تمرکز داریم یه مسئله معروف و قدیمی آرت گالری هست توی هندسه محاسباتی، یعنی حل مسائل هندسه با استفاده از شیوه های الگوریتمی و برنامه نویسی. خب این مسئله ما ازش استفاده میکنیم برای یه کاربرد، ولی دستاوردهایی که الان توی این مقاله داریم خدمتتون ارائه میدیم یه جورایی میشه گفت مابین این دوتا هست. ارائه من راجع به یه مسئله معروف کاربردی به نام ربات لوکالیزیشن خواهد بود که با اون شروع میشه، بعد از اون کاربرد میرسیم به همین مسئله آرت گالری. ابزاری که لازم داریم در طول مسیر ویزیبیلیتی پولیگون هست، محاسبه اون هم یکی از مسائل مهم و مشهور کامپیوتیشنال کامپلکس جیومتری هست. در واقع کارهای زیادی از نظر تئوری رو شده، ولی یکی دو تاشو من اینجا فقط آوردم. و بعد روش خودمون رو که یه روش متاهیورستیک هست برای حل مسئله آرت گالری. اون مسئله اصلی که توی بحث ربات هست، فقط هم ربات نیست، یعنی تو کلن تو شهر هوشمند خواهد بود و تو خیلی چیزهای دیگه، اینکه یک دیوایسی، حالا یا ربات یا خودروی بدون راننده است یا خیلی چیزهای دیگه، موقعیت خودش رو دقیقا بدون کجاست تو نقشه. حالا موقعیت وقتی سخت میشه که جهت هم بهش اضافه میشه، بهش میگیم پوز، وقتی سه تا عامل داره. ولی فقط اگه ایکس و وای باشه روی صفحه بهش میگیم موقعیت. فعلا ما روی موقعیت تمرکز داریم، ولی حالت پوز استیمیشن هم حالت سختتر و تکمیل شده اینه. این مسئله از دید اولا که بسیار پایه‌ایه، یعنی تا وقتی که ربات هر لحظه دقیق ندونه کجاست، هزار تا مشکل براش پیش میاد و بقیه کارهاش هم پیش نمیره. میشه گفت از اساسی ترین مسائل ربات‌های متحرکه و یا هر دیوایس متحرک. بهش نگاه‌های مختلف شده. بعضیا دوربین روش نصب میکنن، عکس برداری میکنه، با بینایی ماشین و اینا این رو حلش میکنه. حالا من واردش نمیشم. بعضی وقتا تو محیط‌های باز از GPS استفاده می‌کنیم، همین متدی که تاکسی و ویز و اوبر و نمی‌دونم همین بلد و نشان و اینا استفاده می‌کنن، و باز من فعلا به اونا هم کاری ندارم. و حالت‌هایی هست که در محیط‌های بسته هست، در واقع ما خیلی روی این کار کردیم، خود اون هم چندین مدل داره. ولی الان من فعلا تمرکزم برای اینکه سریع برم رو اصل مسئله بگم که ما داریم روی حالتی از مسئله کار میکنیم که یک محیط بسته است، فرض میکنیم از بیرون آنتن نمیده، جی پی اس ها خوب کار نمیکنن، یا دقتی که مورد نیاز ماست خیلی بیشتر از اینه، خیلی دقیق تر میخواد. اون وقت یکی از روش های مختلفی که مسئله رو حل میکنن با استفاده از لندمارک هاست، نشانه ها، تابلوها. مثلا داخل یه فروشگاهی شما جاهای مختلف تابلوهایی ببینید که ربات هر لحظه از دور چند تا از اونا یا یه دونه از اونا رو میبینه و جای خودش رو دقیقا مشخص میکنه و به ادامه کارش میپردازه. حالا مثلا اینجا شکلایی که میبینید، فرض میکنیم اون نقاط آبی لندمارک ها هستن یا آنتن ها هستن. باز خودش حالت های مختلفی میشه. حالتی که محیط دیوار نمیذاره مثلا رد بشه این اطلاعات، یا شیشه‌ای، یا و حالت های مختلف. باز حالت خیلی ساده ترش اینه که ما فرض میکنیم که در یک محیطی مثل همین شونهی که اینجا کشیدم، ما نیاز داریم تعدادی لندمارک بکاریم که ربات هر جا هست حداقل یکی از اینها رو ببینه. حداقل اگه سه تاشو ببینه خیلی راحت تر و سریع تر لوکالایز میشه، ولی حداقل یکیشو دیگه باید ببینه. این مسئله خب صورت کاربردیمونه، ولی از سال 1973 این مسئله آرت گالری به این شکل مطرحه که توی یک چنزلی ساده شما مینیمم تعداد نگهبان رو کجا بکارید
که تمام داخل این آرت گالری رو ببینن و دیگه کسی نتونه از توی اون دزدی بکنه. فرض میکنیم این نگهبان ها دیدشون 360 درجه است و تا بی نهایت هم میبینن، ولی این خطوط چند ضلعی یا حفره ها یا موانع بالاخره دید رو میگیرن و نمیتونه اون ورش رو ببینه. این فرض رو هم داریم. خب به مرور و بلا فاصله ثابت شد که حالا این مسئله MP هارده، جز به مسائل خیلی سخته، الگوریتم چند جمله‌ای دترمینیستیک براش پیدا نمیشه و یه سری اثبات هایی راجبش شد. مثلا اینکه ما ان سوم تا کف ان سوم تا نگهبان همیشه کافیه برای دیدن یک انزلی. خب که این هم یه اثباتی داره و میتونیم بعدا ببینیم تو مستندات. به هر حال اینها رو چیزایی بود که میدونستیم و حالا بیشتر از اون رو به مرور حالا خواهیم دید. ویزیبیلیتی پولیگونی که ما اینجا استفاده خواهیم کرد، خب باز یه چیز قدیمی و ساده ای الگوریتمی داره. در داخل یه چند ضلعی که میشه همین زرد رنگه، یه نگهبان رو وقتی با اون شرایط که گفتم میذاریم، کجای اون چند ضلعی رو میبینن، همه اینها با تحلیل و با روش های ریاضی، خب ما بحثمون نیست، ما روش الگوریتمی منظورمونه. کامپیوتر باید چجوری حل کنه تا سریعا این چند ضلعی سبز رو پیدا کنه. اینا روش های موجودی هستن که قبلا بوده. عرض کردم که راجب آرت گالری پرابلم کارهای مختلفی انجام شده، اثبات های مختلفی شده، روی چند ضلعی های خاصی صحبت شده، روش هایی گفته شده که نزدیک به بهینه جواب میدن، بعد روش های تقریبی، الگوریتم های تقریبی براش گفته شده که خب من فکر میکنم اصلا اینا خیلی زیادن و قدیمی و فرصتی بر اونا نداریم، میریم سراغ اصل مسئله. خب پس ما مسئلهمون هست یه چنزلی داده شده، مثل چنزلی سمت چپ، چنزلی ساده هم هست. چنزلی ساده یعنی خودش رو قطع نمیکنه. اگه قطع کنه خب ما دوتا چنزلی میگیریم، فعلا بدون سوراخ یا هول یا مانع داخلی در نظر میگیریم به این شکل. سوال اصلی هم خیلی ساده است دیگه، مینیمم تعداد نگهبانی که میشه رو این تو این گذاشت داخل این چیه، طوری که همه جا رو ببینن. خب الان اینجا تو این مسئله این سه تا رو ما پیدا کردیم و مشخصه که همه جا رو میبینن با همین تعریف ویزیبیلیتی پولیگون رو که اونجا دیدید. خب ما اگه این بر دو تا مثلا بکاریم، بخشی از این که در شکل سمت چپ میبینی سمت راست نقطه چینه دیگه دیده نخواهد شد، چون جلوتر لازم داریم اینجا بگم. پس مثلا ما میگیم اینجا 82 درصد این چند ضلعی پوشش داده میشه با این دوتا نگهبان، 100 درصد نمیشه، ما دنبال پوشش 100 درصدی هستیم. خب در واقع چون مسئله سختیه، ام پی هارده و انتظار نداریم که الگوریتم دترمینیستی که چند جمله ای براش ارائه بشه و روش های مختلفی هست، سراغ روشی رفتیم که تا حالا انجام نشده بود. البته روش های دیگری انجام شده، مشابه این هیوریستیکن یا تقریبی هن و هر کدوم بالاخره یک دقت و سرعت خودشون رو دارن. یه سری نمادها من حالا چون تو پیپر نوشته بودیم اینجا آوردیم که در طول چیز الگوریتم ممکنه که اگه لازم شد کسی سوالی داشت من برمیگردم اینا رو نگاه میکنم و از روی اینا میگم که اینا توی مقاله هستن. خب توی این روش ما یه سری پارتیکل در نظر میگیریم و هر پارتیکل یک در ابتدا یک چیز تصادفیه و اینجا پخش میشه. هر کدوم از این پارتیکل ها این تا پارتیکل در نظر میگیریم و اینا رو پخش میکنیم در داخل اون چند ضلعی. حالا تو برنامه نویسی مشکلاتی داریم که اونایی که بیرون میفتن و چجوری تشخیص میدیم، حس میکنیم و اینا. اما هر پارتیکلمون مهمه که چیه؟ شبیه یک عنکبوت امپاییه، انگار یه 8 پا یا 10 پا یا 11 پا یه همچی چیزی در نظر بگیرید. هر یه دونه پارتیکل ما مثل یک امپاس، به جای 8 پا من میگم امپاس، اینجا ام، اینجایی که من علامت میزنم مختصات پای ام میشه، این الان عنکبوت اوله و ام تا پا داره، این مختصات پای اولشه، لوکیشن دیگه، و همینطور تا آخر. اون وقت به تعداد ان تا ما اینجا عنکبوت داریم که به طور رندوم اینجا پخش میکنیم.
بعد برای هر کدوم از اینها یک تابع یک مقدار برازندگی تعریف میکنیم. مقدار برازندگی رو با استفاده از همون ویزیبیلیتی پولیگون به دست میاریم. اول برای تک تک پاها هر کدوم یه ویزیبیلیتی پولیگون حساب، مثلا این یکی از پاهاست. الان این یه عنکبوت دو پا اگه در نظر بگیریم، یه پاش اینجاست یه پاش هم اینجاست، این یکی از اون در واقع پارتیکل هاست. برای هر کدوم ما ویزیبیلیتی پولیگون رو حساب میکنیم، بعد اجتماع اون ویزیبیلیتی پولیگون ها رو حساب میکنیم و در نهایت برای این پارتیکل ناحیه تحت پوششش رو که اونجاها دیگه اگه تابلوی دزدیده بشه این پارتیکلمون میبینتش مشخص میشه. خب حالا که این مشخص شد، مثلا ممکنه برای یک پارتیکلمون اون فیتنسش مثلا 89% بشه، یکی 100% بشه، یکی 4% بشه و طبق این ما ارزش گذاری میکنیم به این پارتیکل ها و بعضی از اینا رو از بین میبریم و بعضی ها رو وارد مرحله بعد میکنیم. خب اینجا بعضی هاش هم خب یه جاهایی هم پیدا میشه که توسط هر دوتا پاش مثلا دیده میشه. بعدها اینا رو باید بیشتر کنیم. توی فیوچر ورک من گفتم که اینا رو باید چیکار کنیم که این نواحی بیشتر بشه، برای اینکه اونجا ربات خیلی راحت تر میتونه و خیلی سریع تر میتونه جای خودش پیدا کنه. خب ما به ازای هر یه دونه پای چیز اونو حساب میکنیم، یه سری نمادها و حالا مدل‌های نوشتیم به صورت چیز اینا رو حساب میکنیم، نسبت به کل مساحت چند ضلعی یه نسبتی نرخی به دست میاریم و اینا رو سورت میکنیم، نهایتاً پیش میریم. حالا توی اون اسلاید اول من گفتم که با ان سوم تا چیز با ان سوم تا اینجا گفتیم که میدونیم به ازای هر انزلی در بدترین حالت که همین شکلشونه خواهد بود، ان سوم تا گارد لازم داریم، یعنی در بدترین حالت یه دونه از اون پارتیکل ها، یعنی اون عنکبوت ها که ان سوم تا پا داره، اون میتونه همه جا رو پوشش بده. اگه یکی از این پاها رو قطع کنیم و یه دونه کمتر بشه، ممکنه که نتونه اینو پوشش بده، یه بخشی از این چند ضلعی بمونه. ولی خب این فقط برای بدترین حالته، فقط برای بدترین حالته و شکل هایی که به ما داده میشه اغلب اونجوری نیستن. خب چیکار میشه کرد؟ در واقع کاری که میشه کرد اینه که ما میایم از ان سوم شروع میکنیم، یکی یکی پاهاشونو قطع میکنیم. یعنی هر دفعه مثلا برای 12 ضلعی وقتی ما تونستیم، اینجا تو این الگوریتم نوشته شده، وقتی ما تونستیم برای 12 ضلعی کامل پوشش بدیم همه جا رو، میایم یکی از پاها رو قطع میکنیم در تمام پارتیکل ها و این پارتیکل های 11 ضلعی رو میندازیم به جون این چند ضلعی و بعد میبینیم اگه بازم 100% شد یکی دیگه کم میکنیم، میشه 10 ضلعی، تا جایی که یکی از اونها مثلا میبینیم دیگه 9 ضلعی ها هیچ کدوم بعد از چندین بار چرخش نمیتونن همه جا رو کاور کنن. وقتی 9 ضلعی ها نتونستن، 9 پایی ها مشخص میشه که همون 10 پایی که پیدا کرده بودیم دیگه بهینه است. این روش ماست. ولی باز آخرین گام اینه که همین کار رو هم برای سرعت کار بهبود دادیم، یعنی از روش بهتر قبلی استفاده کردیم، قدیمی، از روش بایسکشن. ما یکی یکی پاها رو کم نکردیم، ام سوم رو نصف کردیم، بعد دوباره دیدیم که بهتر شد، اگه کاور میده دوباره نصف کردیم، اگه کاور نمیداد برمیگردیم بالا و به این شیوه به جای اینکه یکی یکی پاهای عنکبوت ها رو کم کنیم، نصف نصف کردیم تا خیلی سریع‌تر. یکی از کارهایی که وجود داشت و قبلا با یه روش دیگه انجام داده بودن، با همون هیروستیک اونم ولی یه روش دیگه، با اون مقایسه کردیم. ما برای تعداد زیادی سیزل ای مسئله رو حل کردیم که اونا داده هاشو داشتن، ازشون گرفتیم و ما متوسط 3.9 نگهبان لازم داریم برای اون، در حالی که تو مقاله اونا گزارش شده بود روششون 4.2 نگهبان لازم داشتن. یعنی تعداد پاها یا تعداد نگهبان هایی که ما گذاشتیم به هر حال کمتر بود و این نشون میداد که روش ما روش بهتری بود نسبت به کار اونها. من نمیدونم با سرعت گفتم، حالا عرض دیگه ای ندارم، اگه سوالی باشه من در خدمتم. کارهای مختلف دیگه ای داریم میکنیم و دیگران هم میتونن بکنن که یکیش مسئله گاردد گارد پرابلمه، یعنی اونجایی که نگهبان ها همونقدر یه دونه کافیه ولی هر نگهبان خودش هم باید توسط یه نگهبان دیگه دیده بشه، هر دوربین
خودش هم باید توسط این دوربین دیگه دیده بشه و مسائل دیگه که دیگه من فکر میکنم فرصت هم کمه. مرسی.